در جلد دوی کتاب الارشاد صفحه 30 ما از صفحه 30 شروع میکنیم که میاره میگه که فصل فکانت امامت الحسین علیه السلام بعد وفات اخیه بما قدمناه ثابتتن. امامت حسین، بس الان یک اعتقادی است که حضرت حسین رو به عنوان امام من عند الله میشناسه، امام سوم هست. یکی اولا که میگه امامتش ثابت هست با ادله که میگه ذکر کردیم، بعد میگه و طاعتش هم برای همه خلق لازم هست، و اگر هم و الم یدعو الى نفسه علیه السلام، اگرچه هم دعوت ندهد به خودش که من پیروی کنید چون من امام من عند الله هستم. ممنون. تا فرمان یه صحبتی کنیم در این مورد. الان از واقعا این گفتار چقدر میتونه عاقلانه باشه؟ میگه اگر چه هم دعوت ندهد به امامت خودش، نگوید که من امام هستم، باز اطاعتش بر مردم واجب هست، امام من عند الله هست. این ادعا آیا واقعا قابل قبول هست؟ عجیب نیست؟ اگه نگوید که من امام هستم، خب مردم از کجا بدونن که او امامه؟ مثلا خداوند پیامبری میفرسته برای دعوت دادن و رساندن پیام خدا به مردم، بعد این پیامبر سکوت میکنه، هیچی نمیگه، نمیگه من پیامبر خدا هستم، ایها الناس. حالا چگونه بگیم که اطاعت خلق ازش واجب هست؟ اصلا چگونه میخواد اقامه حجت بشود؟ مگه خداوند نمیفرمایند که ما پیامبران را که فرستادیم یه هدفی درش هست؟ هدفش هم اینه که دیگه به مردم راه را نشون بدن، این حق هست این باطل هست، برحذر میدارن از نهایت و پایان کار بد و نافرمانی خدا و عبادت غیر خدا، بشارت میدن به پایان بندگی برای خدا که چه نهایت خوبی داره، چه سعادتی درش هست. اقامه حجت بشود بر بندگان که دیگه در روز قیامت عذری نداشته باشند انسانها که بار الله تو به سوی ما پیامبری نفرستادی. امام که شما مقامشو بالاتر از پیامبران میدونید، حال مردم چگونه بدونن که فلان فرد امام هست در حالی که هیچ نمیگوید، دعوت نمیدهد، نمیگوید که ایها الناس من امام من عند الله هستم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال دعوتشون، نبوتشون دائما اعلان میکردن، همیشه در هر موقعیتی که بود که من نبی خدا هستم. آیات قرآن هم خطابی که برای پیامبر میومد، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، قل، بهش خدا امر کرد که بگو، ابلاغ کن. اما ما اینو در مورد حضرت علی، حسن، حسین باقی نداریم، اما ادعا میکنند که اطاعت خلق از او واجب هست زیرا او امام من عند الله هست، اگر چه هم مردم را دعوت ندهد به امامت خودش.
چقدر این سخن قابل قبول هست؟ مگه ادعای عقلانیت نمیگوید؟ مگه نمیگوید که عقل میگه که بایستی امام باشد؟ امامی که نمیگوید من از طرف خدا امام هستم و وظیفه خودش رو انجام نمیده، به مردم ابلاغ نمی کند. آیا میشود گفت که ترس از جان سبب میشده که امام نگوید من امام هستم؟ آیا شنیده اید که پیامبری از پیامبران خدا اعلان نکند که من نبی هستم؟ همه اعلان میکردن، مردم رو دعوت میدادن، دعوت کنندگان مردم به توحید هستند. پس اگر نمیگفتن نیازی نبوده، نبودند. پس